شب یلا و شب عشق و شب شور و ترانه، شب گلخنده ها گل نغمه های عاشقونه، شب حافظ شب می شب تنبک شب. سلام دوستان عزیز، به کانال آشپزی با نارگل خوش اومدید. برنامه امروز ما طرز تهیه ژله هندوانه شب یلداست. مواد مورد نیاز: دو بسته پودر ژله قرمز رو که میتونه هندونه باشه، توت فرنگی، آلبالو یا هر طعم دیگه ای که رنگش قرمز هست رو داخل ظرف می‌ریزیم و با دو لیوان آب جوش مخلوط میکنه. خوب اینا رو به هم می‌ریزیم تا کامل مخلوط بشه. اگر دیدیم ذرات ژله حل نمیشه، روی بخار کتری از روش بنماری استفاده میکنیم. روی بخار کتری قرار دادم تا ذرات ژله کامل حل بشن. رنگ ژله که شفاف شد و یه مقدار خنک شد، میام یک لیوان آب سرد بهش اضافه میکنه، داخل یخچال قرار میدیم تا ژله نیم بند بشه. شما میتونید برای اینکه رنگ ژلتون مات بشه یه قاشق بستنی هم بهش اضافه بکن. بعد از اینکه ژله نیم بند شد، میایم کشمش پلوی سیاه رنگ رو بهش اضافه میکنیم که گفتیم به جاش میتونه از شکلات چیپسی اشکی هم استفاده بکن. خوب که مخلوط کردیم، میام میریزیم داخل ظرفی که باید ژله رو درست بکنیم. شما از ظرفای گرد میتونید استفاده بکنید، حالا میتونه پیرکس باشه یا هر جنس دیگه. ظرف رو چرب میکنیم که بعد راحت تر بتونیم ژله رو ازش خارج بکنیم. ژله رو داخل ظرفمون میریزیم و داخل یخچال قرار میدیم تا خودش رو بگیره. ژله نباید زیاد سفت بشه. اگر سفت بشه موقع سرو لایه ها از هم دیگه جدا میشه. برای لایه سفید رنگش میایم یک دوم بسته پودر ژله آلوورا رو میریزیم. این بسته رو من قبلا استفاده کرده بودم، نصفشو، همراه با یک سوم لیوان آب جوش مخلوط میکنیم. خوب به هم میزنیم تا رنگ ژله شفاف بشه. رنگ ژله که شفاف شد، میام نصف لیوان بستنی رو که به دمای محیط رسیده و تقریبا ذوب شده رو بهش اضافه میکنیم و خوب مخلوط میکنیم. بعد از اینکه ژله خودش رو گرفت، باید ژله حالت چسبندگی داشته باشه، زیاد سفت نباشه، در این حال گرفته باشه که ژله ها رنگشون با هم دیگه مخلوط نشه. ژله سفید رنگی رو هم که آماده کردیم، آروم روی ژله قبلی می‌ریزیم. و دوباره میذاریم توی یخچال
خودش رو بگیره. برای قسمت سبز رنگ هندونه میایم نصف بسته پودر ژله کیوی که شما هر رنگ سبز دیگه ای که دارید میتونید ازش استفاده بکنید، لیمو، طالبی. میریزیم نصف لیوان آب جوش بهش اضافه میکنیم، خوب مخلوط میکنیم، روی بخار کتری قرار میدیم تا شفاف بشه رنگش. رنگ ژله سبز که شفاف شد و ذرات کامل حل شدن، میام نصف یک سوم لیوان آب سرد بهش اضافه میکنیم و برای اینکه رنگش نزدیک باشه به رنگ پوست هندونه چند قطره رنگ سبز خوراکی بهش اضافه میکنیم. میزان قطرات بستگی به سلیقه خودتون داره که میخواین چقدر سبز باشه رنگ پوست هندونتون. کامل که سرد شد روی ژله سفید رنگ میریزیم. ژله سفید رنگ خودش رو گرفته، میایم ژله سبز رنگ رو روی ژله سفید میریزیم و دوباره میذاریم داخل یخچال تا خودش رو. عزیزان رفیقان بگویید و بخندید، در غم رو ببندید همه با ساز و سرنا. بعد از 5-6 ساعت ژله رو از یخچال خارج میکنیم، ژله کاملا گرفته، چون ظرفش بیرکسه چند دقیقه بیرون قرار میدیم تا دمای ظرف هم دمای محیط بشه. بعد میام لبه های ژله رو خیلی آروم و با دقت از ظرف جدا میکنیم. ته ظرف رو چند ثانیه داخل آب داغ میذاریم تا ژله از ظرف جدا بشه. ژله هندوانه شب یلدا آماده شد. امیدوارم شما هم این ژله خوشمزه رو آماده و در کنار عزیزانتون میل بفرمایید. خوشحال میشیم ما رو لایک کنید و به کانال ما بپیوندید. یلدا مبارک. ممنون و متشکرم.